ایران هستم. حالتون چطوره؟ عالی. حاله من چطوره؟ عالی. حاله خاندوانه ای تو خونه چطوره؟ عالی. خیلی خوشحالم که اینقدر همه سر حالیم. شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به همه پدرها و پسرها. موافقین؟ بله. و همینطور البته به من و پدر آقای بهمن جوان تبریزی ارادت چکریم و همه پدر پسرها به افتخارشون. باید بگم به افتخارمون. افتخارمون. خب کمربنده رو ببندیم تا دیر نشده. دست چپ بالا. آماده. یک دو سه. خب کیا دفعه اولشون رو تشریف آوردن؟ ماشاءالله ماشاءالله خیلی خوش اومدین. خیلی خوش اومدین تقریبا همه. کی بعد بپرسم کیا دفعه اولشون نیست تشریف آوردن؟ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 از 91 نفر. خیلی هم عالی. خب تونتون یه چیزی رو بگم. لامپ سریع خاموش. زود توی کمپین قطعه قطعه تونتون ثبت نام بکنید. هر کی بره یکی دیگر بیاره. کمیم کم هستیم در کمپین قطعه قطعه. توی 3780 مربع کم هستیم. بجنبی. خب من چرا قدر دارم میام این لبه دیگه یادش داره. چرا اینجا میخوام باستم. و بعد این که و من. خب برنامه خوبی خواهیم داشت انشالله. مهمان جذاب و چیزای باحال و اینا و دیگه همین. بریم برای خنده. دیگه بسته اینقدر حرف زدن. خسته شدیم. نفس دومی بسنم نفس سومی نگرده لیا یه بعد با خنده پردش دومی رو دقدل یه حالا نفس دوباره خواهش میکنم به شکل خیلی جدی لبخند بزنید. این خندیدن های اول برنامه ما رو گرم میکنه و میدونید که یک بار دیگه میگم برای اونایی که در جریان نیستن مغز تفاوت خنده طبیعی و مصنوعی رو تشخیص نمیده و این یک اتفاق خیلی باحاله. اینم زینب خانومه. ایشون هم مامانشن. ایشون هم باباشن. اومدن اینجا. زینب خانوم هم داره با ما همراهی میکنه، همکاری میکنه. مغز تفاوت خنده طبیعی و مصنوعی رو تشخیص نمیده و لطفاً از این موهبت استفاده کنین و لذت ببرین، تمرین کنین. ما بازم مهمان‌های کوچکتر داریم. شما هم بلند شین لطفاً. شما هستین چی؟ مبینا. خانم مبینا مهرابی ایشونن. دیگه کیو داریم؟ شما چی اسمتون؟ ویانا. چی جوان با؟ ویانا؟ ویانا جوان. بله 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 بله. ویانا جوان با. بفرمایید. دیگه کیو داریم؟ یادونم کدوم بره. شما مانی ابوباف. مانی ابوباف. ابوباف مانی ابوباف. و شما ایلیا جعفرزاده. ایلیا جعفرزاده این شکلی. مهمونای جدید دیگه قانون شکنی کردیم. دیگه گفتیم که دوستای جدید کوچکتر هم بهمون اضافه شن. اسمتون؟ آریان حراتی. آریان حراتی. و شما بلند شین. محمد پهلوانی. محمد پهلوانی. خیلی عالی. خب رفقای کوچکترمون رو تشویق کنیم. مسابقه پیامکی. خب مسابقه پیامکیمون اینه. سوالش میپرسه پدر داستان نویسی فارسی کیست؟ یک محمد علی جمالزاده، دو بزرگ علوی.
هر کدوم که فکر میکنین درسته لطفاً به 3500 عددش رو ارسال کنید و هر شب یک نفر 500,000 تومان کارت هدیه میگیره. پدر داستان نویسی فارسی کیست؟ یک محمد علی جمالزاده، دو بزرگ علوی. خیلی بریم، یک دو سه. بعضی به قولاشون من میخواهی رو یه آقا سعید یه محشب خیلی آقایی مداد عزیز بینی جکی جا دیبینی یک جایی با هم دعوتم ببخشید شما الان چند هست نیز باش کردی؟ منو بوده ایست چند دیوش و اما مقصد این سفر ما تنفر میکنم میخواستم یه چیزی بگم ولی ترجیح میدم چیزی نگم، فقط جاتون رو خالی میکنم. باور کنم خوش نگرد، خوش گذاشت این سفر. این سفر به این چهر خاص روز مشهد به این فصلی خاص قطار و خیلی خوش بگرم مطمئنم در برنامه پندوانه ما رو ببینید در سفر به مشهد ببینید آتون بخشیدا. شما همیشه این برز زهره با ببینید خب چرا کنم لبخند بزنید لطفا من شما رو جایی ندیدم توی آینه شاید خودم عرض می‌کنی؟ ابوالفضل احمدیان هستم، راهبر قطار. خیلی خوشحالم. آقای جمشیدزاد همکار بنده در کابین. خیلی خوشحالم. ببخشید اگه مجبور شدم پر پشت به شما باشم. خواهشام رو عرض می‌کنم. خب، آقا شما چند بار سفر کردید؟ ما هر روز در سفر چند بار باید رفت این راه و تا به بهایت شور و سر رسید؟ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی صوفی نشود صافی تا در نکشد جامی رضی شما همیشه در بد اخمی؟ خنده؟ رامبود؟ درست رسید ولی بس عینک زون نمیذاره صورت رو ببینید آه دیدید؟ خیلی خوش دارد با اینکی بودن البته فرق نمی کنید
خب دوزی خنده باره میبینی؟ بله این هر همین برنامه مورد علاقه هم خب باشه خوشش رامبود داشته باشه. چرا ما هیچی از تو فرمون و ترمز و پدال و چیزایی که جای دیگه رسمه نمیبینیم اینجا؟ قطار فرمون نداره. بله برخلاف اون چیزی که همه فکر میکنن قطار فرمون نداره. خب و بقیه چیزا اینجا کنترل میشه؟ بله گاز، ترمز. این سرعت شماست؟ بله این دقیقا سرعتیه که الان توی این نقطه داریم. اوه شد سرعت زیاده. تا چه سرعت میرسه سرعت؟ 160 کیلومتر. سرعت میرین در ساعت؟ بله. خیلی خوب. مطمئن کنم ما از تابلو داریم. اینم بوده قطارمون بود. خیلی خوب بود. یه کوچولا بشه برای من بزنی؟ خیلی خزنگی. اینجا به اشکا داری میرسی؟ من منظورم تو وقت نداریم موقتا خدافزی کنم اشکا هم داریم میرسیم و باید بذارم دوستان کارشون انجام بگرشت. خوشحال شدم. خیلی ممنونم از اینکه ما رو به حریم خودتون پذیرفتی. از شما هم همجور آقای پذیرفتن. خیلی خوشحال شدم. قربانش. یه هم کسی رو بوقه بود. اما مقصد این سفر ما کمی فرق میکنه. مقصد این سفر ما جاییست که مردم وقتی میخوان بیان دیگران میان بدرقه شون، وقتی برمیگردن میان پیشوازشون و جایی که دلهای بسیاری براش میچپه و جای همه این دلهای پناهجو جایی نیست جز مشهد امام رضا. با ما در این سفر همراه بشید. های جذاب زیادی وجود داره با مسیرای فراوونی که همه ما میتونیم اینها رو طی کنیم و تجربهش کنیم تا بتونیم به اون مقصد رویایی و دلخواهمون برسیم. اصلا همه ما اجازه داریم تو هر چیزی که فکر میکنیم استعدادشو داریم این اجازه رو داریم که بریم تجربهش بکنیم. قبول دارین؟ مهمان این بار خندوانه ما کسیه که مسیرهای فراوونی رفته و به مقاصد فراوونی رسیده و با هر انگشتش یک هنر رو تجربه کرده که داره ازش هم میریزه و اجازه بدید دعوت بکنم از دوست خوبم که هم مجری خوبیه، هم خواننده خوبیه، هم شاعر خوبیه، هم بازیگر خوبیه و اون کسی نیست جز جناب آقای امیرحسین مدرس. Thank you.
سلام. علیک سلام. 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 یا حسین. اینجوری ما. چقدر با انرژی، چقدر خوب. سلام به همه بیننده های پروپاگورس برنامه خندوانه، شبتون بخیر. خوبی؟ قربان تو هم خودت خندوانه رو نگاه میکنی؟ هر شب. هر شب؟ بله. راست میگی؟ آره چه دلیلی داره دروغ بگم؟ راست میگم. آخه هر شب گفتم شاید مثلا ممکنه یه چند تایی اون لالوها رفته باشن. نه اگرم اون شب نبینم تکرارشو فردا میبینم. بابا دمت گرم به خدا، تو خیلی با معرفتی. زنده باشی. چشامونو ببندی. باران هم اونجا موندیم، خب شب هم بمونیم. من نمیام بچه ها، اگه میخوای خودتون برین برگی من اونجا هم. من نهایت برمیگردم اون رستوران قهوه خونه، دوباره یه باقلا قاتوق و ماهی و کته کباب میخورم دوباره میرم باید. وای عالی بود. از گشنگی، از همه چی. من داشتم میگم چرا ما الان اینجاییم. واقعا این زندگی سیمانی و آهنی و سربی شهر خیلی داره روان ما رو به هم میریزه. آره بدونی که متوجه بشیم دریخته. آره بابا هممون. امیرحسین مدرس، مجری، شاعر، خواننده، بازیگر، روزنامه نگار. الان ترتیبش درست گفتم؟ آره. نه بگو ترتیبش همینه. تو اول چی بودی، چی شدی بگو. اول بازیگری میکردم. آره اول بازیگری کار میکردم. خب پس اول بازیگر. خب بعد تست دادم و عنوان مجری انتخاب شدم برای گروه کودک و نوجوان شبکه یک سیما، برنامه شکوفه های اندیشه. خب. سالش هم بگم. آره سال 67
یا 6. تو مثلا 49 ما متعلق 49 چه نوجوان اینا بودی 16 17 18 سال. آره من دوم دبیرستان بودم اومدم تلویزیون. این چه بامزه بود قیافه و پیوسته این تویی؟ آره این سریال یوسف پیامبر. آره خوشحالم موهاتون شکلی نیست. نه موهای خودم بودا؟ نه بابا خب نه اونجوری که درست نمی‌کردیم موهاتو یه وقت اینجا چطری اینجا چرا دقیقاً همینجوری بود؟ برای زندگیت اینجوری درست کرده بودی موهاتو؟ نه خب به لحاظ اون خوشحال باشم یا نباشم تکلیف من روشن شد. چه توضیح دادم خب بذار من خودم دفاع کنم. تو اون شکلی راه می‌رفتی تو خیابون؟ نه اونجوری دیگه موهامو اینجوری می‌دادم بالا و می‌بستم. آره مثلا آره خب نه این قابل قبوله. اینو می‌فهمم. خدمت درس کنم اینجا داری چی می‌خونی؟ اینجا کنسرت سال گذشته منه به مناسبت 40 کارهای عاشوراییم رو دو تا آلبوم عاشوراییم رو در برج میلاد با ارکستر سمفونی اجرا کردم. چی کارهایی میکنید تو آفرین؟ خب آه. بگو. خدمت درس کنم که بعد تست دادم و انتخاب شدم. بعد شدی مجری؟ پیوسته تا امروز کار اجرا کردم. سال 70 وارد رادیو شدم همزمان با تلویزیون. اجرای رادیو؟ اجرای رادیو کردم. در اداره نمایش رادیو قصه شب و نمایش جوان و اینها بازی کردن. خدا رحمت کنه احمد آقالو رو با همه اینها کار کردیم. خدا اونایی که هستن رو سلامت بده. آره. همزمان با اینها من کار موسیقی هم انجام میدادم. دوره آموزش ردیف از همون موقعی که میگی بازیگری یا جلوتر؟ از همون دوره دبیرستان شروع کردم به جدی و حرفه‌ای کار کردن و تمرین های موسیقی و پیگیری مستمر کردم. ردیف دوره آموزش ردیف رو گذروندم، آواز ایرانی رو، و دیگه کارهای منو همه شنیدن، چه آلبوم چه تیتراژایی که خوندم چه آوازهایی که خوندن. عرض شد خدمت شما که بعد بازیگری سریال و فیلم و اینها شعر و قصه و اینها هم که یعنی ادبیات کلا یکی از مهمترین علاقمندی های من و دغدغه های منه همیشه. و اون از کجا شکل گرفت؟ از بچگی من از تو بچگی خیلی کتاب می‌خوندم. بهترین کادویی که کسی می‌خواست من بده کتاب خوب بود. به به. و می‌رفتم توی کتاب، همراه می‌شدم با قصه‌هایی که تو این کتاب بود. هنوزم همینطوره. بعد بهمون کتابی که دوستش داری رو معرفی کن. خیلی کتابا هست که میتونم معرفی کنم، بسیاری اینا که علاقه جمع راجع به چی رو سه تا فکر میکنه که هر کدوم بگیریم بخونیم کیفشو میبریم. خدمت شما عرض کنم که تاریخ ادبیات ایران به نظر من هر ایرانی باید تاریخ ادبیاتش رو بدونه و بخونه، آشنا بشه با اینکه چه سیری ادبیات ما طی کرده و بله. به امروز رسیده. خدمت شما عرض کنم که تاریخ ایران رو بخونه، تاریخ کشورمون رو بخونن. آره ما خیلی اینا رو نمیدونیم. آره خیلی نمیدونیم. رامود خیلی همون توی حوزه تاریخ کشور خودمون، سرزمین خودمون نمیدونیم چه اتفاقاتی واسه همون رخ داده. شعر بخونید تو رو خدا. آره. شعر بخونیم امیر حسین. ببین به چند دلیل محکم بگو. یکی این که با شعر خوندن شما به طور ناخودآگاه ذهن موسیقایی خودتون رو بدون اینکه اهل موسیقی باشید و ساز تخصصی بزنید و نوت بدونید و اینها، ذهن موسیقاییتون پرورش پیدا میکنه. چرا؟ به خاطر وزنشه. دوست داشتی این کارو برات کردیم؟ آره خیلی خوب. بذاری من تنهایی خودم یه دست بزنم برای همه اینایی که این ترانه رو خوندن. آره شعر بخونین. شعر بخونین به خاطر اینکه با ریتم و وزن آشنا میشین. حکمتی که توی شعر هست فقط مال همون زمان نیست، اکثرش به درد همه زمان ها میخوره و حالتون رو خوب میکنه. چیکار خواهی بکنی؟ خندوانه. مگه خندوانه نگاه نمی کنی؟ چرا؟ خب پس دیدی که دست به درد نخواهش. یه دقیقه اومدیم خودتو ببینیم. با قربونت برم کاری نکرد همش تو آشپز خونه این خواهد. خب دلایل محکم برای شعر خوندن دیگه. حالتون رو خوب میکنه، تو صحبت کردنتون
تو فامیل، بین رفقا، وقتی با هم هستی، وقتی از شعر به عنوان تمثیل استفاده میکنی، این سخن شما رو یک رنگ و بوی دیگری میده. مخاطب شما با علاقه بیشتری به صحبتهای شما گوش میکنه. دیدین؟ هممون همینجوری هستیم. یه سخنران هر جا که میخواد باشه، وقتی بخواد شروع کنه تئوری به بافه و فلان اینا، هممون بیرو درواسی حوصله‌مون سر میره. ولی وقتی که این رو با تمثیل، با حکایت، با شعر، با لطایف مخلوط بکنه و به هم بیامیزه، شما خسته نمیشی. اصلا خسته نمیشی. آقای دکتر الهی قمشه‌ای، خدا حفظش کنه. و دیگران و دیگران و دیگران و دیگران. آره. فهرست بلندی از نام‌هایی که میشه بهش اشاره کرد. آره. ایلیا پسرت؟ آره. و همسر محترمت اینجا هستن. خیلی خوش اومدین. میکروفون لطفاً. شاه حسینی؟ من اجازه اول بدم به همسر. خدمت شما. من یه بار دیگه بگو چی میخوای بگی؟ بگو. شاه حسینی میکروفون گیر. خب خانم در خدمتتونم. خیلی خوش اومدید. خیلی زیاد، خیلی زیاد. و بفرمایید که حالتون چطوره؟ خوب. خب خدا رو شکر. از آقا بگین یه ذره. از روحیات و اخلاق و چیزایی که به ما رو نمیکنه ممکنه. والا همه چی رو رو میکنم فعلا. اه؟ دارینی؟ خوش اخلاقه؟ خیلی. شوخ‌طبعه؟ شوخ‌طبعم. جوک تعریف میکنه؟ جوک بیشتر میخونه برامون. از روی آره. چیزی یادت الان بخونی؟ آره. بعد اجرا کنن. به پاشو باشه. من به لهجه اصفهانی خیلی علاقه مندم. و خیلی ها فکر میکنم من اصفهانی هم. خب؟ که نه اینجوری بچه تهرانم. عرض شد خدمت شما که یه دونه از این پیرمردای قدیمی اصفهانی پا میشه میره توی قهوه خانه در اصفهان و میگه که بچه یا چای برده بیا تا بخوریم. چای رو میاره میذاره و تموم که میشه میگه یه چای دیگه برده بیا. یکی دیگه میاره. تموم شد یکی دیگه بیار تا بخوریم. 18 تا چای میخوره پشت هم. شاگرد قهوه چی میگه حاج آقا شما خسته نشدی همه چای خوردی؟ میگه چرا خوب گفتی خسته شدی بیا چای وقتی بردا بیار بخوریم خسته جیبون درده. از این دلبریا در منزل میکنه؟ زیاد. راست میگی؟ آشپزی بلده؟ خیلی خوب. چی درست میکنه مثلا؟ والا همه چی درست میکنه ولی اونایی که خیلی ویژه درست میکنه خوراک ماهی چرب با برنج، بعد قلیه ماهی خیلی خوب درست میکنه در حدی که من درست نمیکنم. نه بابا. خب بعد خورش کدو هم خیلی خوشمزه درست میکنه. لا خدا کلن همه غذاها رو بلده درست. آفرین. قرمه سبزی و همه چی. آب گوشت هم تو درست کرده؟ آب گوشت خونه رو همیشه امیر حسین درست میکنه. کار خونه هم انجام میده؟ یا نه؟ کم. راست بگیم. چی واقعا کم. چی مثلا؟ کمه چیه؟ کمه بستگی داره دیگه. آخه اصولا چون من خودم همیشه همیر بودم. دیگه به اونجا نمیده. امیر حسین بیدار میشه کلن تمام شده داره خونه. همه چی مرتب. ولی اونجوری نیستم از زیر کار درنم. راست میگی؟ والا به خدا. یعنی اهل کار خونه هستی؟ آره. چرا که نه؟ خونه رو مرتب میکنی، جار برقی میکشی، تمیز میکنی، ظرف میشوری؟ ظرف که ماشین میشوره. بله. خب خدمتتون عرض کنم دیگه اینه که دیگه یکی برای یه کاری بکنه. ته جارو نمیدونم. برکلا. هر کاری لازم باشه. گلدون داری؟ بله. آب میدی بهش؟ مواقعی که خانومم یادش بره که عمدتاً چون خانومم خیلی علاقه‌منده به گل و گیاهه و مثل بچه‌هاش میمونن اصلا لحظه‌ای اجازه نمیده که اونا بی آب و بی رسیدگی بمونن. باریکلا. ولی خب یه وقتایی هم که مثلا خونه نباشه بدونیم که موقع گل دادن موقع آب دادن گلدان هاست. آره من این کارو میکنم. شیطنت هم میکنه سر کارتون بذاره باهاتون شوخی کنه؟ گهگاهی. یو ببین امیر حسین چرا یه همچین کاری کردی؟ چیزی یادتون هست بگیم؟ الان سر کارتون گذاشته باشه؟ سر کاری بیشتر لفظیه. آها. خیلی طولم نمی‌کشه. آره. آره.
چیزم هست؟ هدیه بگیره، گل بگیره، کاری؟ بله. بابا. دل هممون رو بردی. جوان گل زیاد می‌گیره. چین قراره از روبن یکی بسازه. چین؟ جواب نمیده. جواب نمیده. خیلی ممنونم. خواهش می‌کنم. چیزی دارین الان بهش بگی؟ من واقعا فکر می‌کنم که خوشبختیم و با امیر حسین خیلی خوب تجربه کردم. تو چیزی داری بگی؟ در یک کلمه میخوام بگم که شاید اگر بخوام خونم رو توصیف بکنم در یک کلمه، به یک باغ باصفایی که باغبانش خانم منه. همینجور باید عشق بریزیم، همینجور احساساتشون عشق بریزیم. خیلی متشکرم. و حالا ایلیا از پدر برامون بگو. چی ازش شنیدی خیلی رو تصویر گذاشته باشه؟ بگه هنوز یادمه. سعی کن ادای کسی رو در نیار. کاری که خودش زیاد میکنه. نه شوخی کردم. نه معلومه معنی این چیه. آه آره. خودت توضیح بده چی فهمیدی از این. یعنی مثلا مثل دیگران کار نکنم اصلا. یعنی اون فرد مثلا واسه خودش تکه، بذاریم تک بمونه، من راهو پیش خودم رو آفر. راهو خودتو روش خودم کشف پیش بگیرم. بله خودتو کشف کنی. بله فوق العاده. مدرس جونم. مدرس بله. لبخندتو باید بزنی ببینم چه امتیاز. آماده ای؟ بفرمایی. یک بچه براش میشونه. پنج یا ده؟ ده. همه میخوان بیشتر ببینن این لبخندو. آتیش باره. آماده ای؟ آماده؟ میشماریم. یک دو سه ده. بچگی آرزوم بوده اینو بگم. میدونی که نزدیک 40 خورده ای سال این برنامه رو آنتنه. آماده تو بگو یک دو سه شو اینا رو. یک دو سه. آخه شما مدیر عاملی ها؟ با اجازت. چند سالت شما؟ 27. هر روز خیلی خوب باشه. خب آقای مدیر عامل، شما چه نسبتی داری با آقای مدرس؟ من هم یه نسبت نزدیک فامیلی باشون دارم، همین که شریک کاریشون هست. رئیس هیئت مدیره هستم آقای مدرس. خیلی گله. یعنی جزو آدم خوبای روزگاره، آدمایی که من میتونم چشمو ببندم بگم که هر چی دارم میسپرم به امیر حسین، خیالم راحته که هیچ خدشه‌ای بهش وارد نمیشه. خیلی پول دوست داره ایشون، مثلا یه دوست داره کار و پول سرمایه‌دار شه دوست داره. آره مثلا اگر پول دوست داشت که الان با شما شریک نمیشه. آه تلفن امیر حسینه. بعضی موقع برادرم هم دیگر صدا برادر صداش میکنی؟ شو عجیب. مثلا کجا؟ سلام برادر، چطوری؟ خوبی؟ چی کار میکنی؟ آره زمین گپ و گفتای روزمره خودمون که برادر. سرش کلا گذاشتن تا حالا؟ بسیار زیاد.
آزاد مالی میشه سرش کلا گذاشت؟ خیلی راحت. خوب شد گفتین، مرسی. تو بغل شما گریه کرده؟ آره. امیر حسین اصلا تون نیست. چرا همه میگن؟ امیر حسین مجلد. من تا حالا نه اصلا من خودم به شخصه تا حالا عصبانیت امیر حسین دارم، حتی داد زدن امیر حسین واقعا نشنیدم تا امروز، حتی زمانی که واقعا واقعا امیر حسین زمانی که عصبانی میشه نه مثلا در حال کتککاری، مثلا با یه طلبکاری یا مثلا بدهکاری کسی چیزی نه، امیر حسین زمانی که خیلی عصبانی میشه سعی میکنه سکوت کنه و اینکه خیلی مؤدبانه حرفش رو بزنه. من تا به امروز واقعا به من شریکش تا حالا صدای دادش رو نشنیدم. خراش به روح خودش نمیندازه. این اتفاق خیلی اتفاق خوبیه. با لبخند ردش میکنه. کتاب. یه کتاب خوب وقتی که ببینه یه شعر خیلی خوب میبینه کلا روحیه‌اش عوض میشه. خنده رو قشنگ با تمام وجود میسید اندازه احساس چهرهش ببینی. عجب. هی میگه عجب. هی نمیگه ولی یه موقعی میگه عجب. آره. کلا از هر نوع میوه که توی غذا باشه میدونم ردش میاد. تو چه غذایی مثلا؟ آلبالو پلو کلم پلو بعد خورشت آلو کلن میوه جات تو غذا دوست نداره اصلا دوست نداره ولی چه غذایی رو خیلی دوست داره؟ هر غذایی سنتی رو دوست داره به جز فست فود. پیتزا به من خوب اصلا همبرگر به من خوب اصلا غذایی که دوست داره کباب انواع و اقسام کباب ترجیحاً هم گوشت قرمز باشه بعد آبگوشت هم خودش خوب درست میکنه بلده که دوست داره بازی میکنه اجرا و میخونه هنر دیگه شعرم میگه خوشنویسی هم میگه خوشنویسی میکنه آره گفت از هر انگشتش یه هنر میبره محسن تمرمنده رو دوست داره رضا عطاران رو دوست داره از بقیه هم که بدش نه امیرحسین من تا حالا ندیدم کسی دیگه بدم میاد ولی جناب خانم که دیگه جناب امیر حسین عزیزم همونجوری که صدات میکنم برادر بدون که خیلی عزیزی و خندهات قیمتیه قدر خندهاتو بدون هم بخند تو خوب بلدی یکم به فکر خودش باشه یعنی بخوره غذا بخوره نه 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 توی جامعه بیشتر از این که به فکر افراشی یه کوچولو به خودش بیشتر فکر بکنه ها اینقدر از خودش رهاست و اینا آقا خیلی ممنون لطف کردین ممنون از شما که اومدین با چکم حسین جان مدرس اینجا نشسته به همراه همسر محترم و پسر قشنگ و داریم گپ میزنیم و خیلی هم بهمون داره خوش میگذره جانمونین خب بفرمایین که میشه با همین سلام علیکم بکنی جناب خواهد سلام جناب خواهد مدگانی بود دمت گرم عالی بود آقا مدر چطوری؟ خوش اومدی؟ خوبم خیلی خوب تو رو میبینم عالیم قربانت برم قربان فیداد واقعا یعنی تجاره بچینی یعنی ببین جان مطابقت نیست مطابقم نیست؟ نه میام برا تو بابا این دارم تعریف میکنه این تعریف بود؟ آره بابا پس شما مطابقت نیست یعنی خدا بخشیده آره یعنی خدا یه جناب خان درست کرده قالبشو خراب کرده ریخته دور کردی فقط هم یه دونه باشه ای قربونت به قربون شما و خدا با هم برم میگم آقای مدرس باور کن اولین باره که دارم تمام رخ شما رو میبینم خیلی ذوق دارم خب خدا رو شما مگه قبلا چه جوری میدیدی؟ سه سال فقط نیم رخ شما رو میدیدم
جان شما خیلی خیلی جناب خان میخوام یه مسابقه را بندازم. چه دقیقه ایله بخوری؟ نه الان بیا الان چی شو الان قد بکش قشنگ منو نگاه کن. آه قد بکشون بیام با اعتماد به نفس. باشو باشو با اعتماد به نفس. همین راستی میخوام یه مسابقه را بندازیم. مسابقه بدیم. از اونجایی که هر دوی شما اهل موسیقی هستید و خیلی هم خوب این کارو اجرا و انجام میکنید و میدین قربونت برم. لطف بکنین یه مسابقه موسیقی یه مسابقه آواز بدین. نه یکی تو درام با جان مونه با آقای مدرس در ننداد ما دستام از الان بالاست. نه این چه حرفیه جناب خان چرا این کارو نکنید شما استادی نمیتونم من... پای شما بیام. قربونت برم زنده باشی من اصلا صفا میکنم وقتی میخونی. راستیگی؟ آره والا صفا کنیم. آره داشت من میگفت که یکی از جاهایی که خیلی دوست داره برنامه رو بخش شماست. آره اصلا نمیای ما تو خونه افسرده ایم. بیا اخی ما عجیبا هر شب میام خونه شما شام. موافقی؟ هر شب قدمت بوچه هر شب هم قلیه ماهی ها دیگه خوب هم درست میکنی رو ببین استادم تو قلیه ماهی درست کرد. بایی ما قلیه ماهی میخورم پشتی چایی میخورم قلیه ماهی خار داره خیلی هوا دار داره. به 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 دیگه هر شب خونه شما بابچه ها الان هم اینجا صد نفریم هر شب بابا صد نفر خونه دیگه شما. تو هم دیگه حالا یه چیزی گفتینا. باشه باشه هر شب صد نفر خونه شون بعد آشپز شدی. آره خب الان مسابقه بدیم اول آقای مدرس. نه اول جناب خان بخونه. اول مو؟ آره باشه باشه این شعر در ستایش شما کار میکنم آقای مدرس. قربونت برم. وای هله مهمون ما شبیه دکتر و مهندس. هله مهمون ما شبیه دکتر و مهندس. تو آبادان بهش میگن امیر حسین مدرس. تو بازیگر و یه وقت و خواننده و مجری. تو بازیگر و یه وقت و خواننده و مجری. تو سه صورتش پر از محبت و پر از حس. هله دان دانه ی دان یاره موج خوش صدان. هله دان دانه ی دان یاره موج خوش صدان. یاره موج خوش صدان. خب جناب خان برای من خون. خب خب حالا تو حالا من میخوام برای جناب خان بخونم. وای در ستایش جناب خان همه با هم بگین وای. بریم بریم آقا. آماده ای؟ بریم. خیلی خوب. جناب خانه ناردونه تو شهر ما مهمونه. جناب خانه ناردونه تو شهر ما مهمونه. جناب خانه ناردونه تو شهر ما همه با هم همه با هم خانه ناردونه تو شهر ما. یلا جناب خانه ناردونه تو شهر ما. به 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 حالا تو جناب خان اینو میخوام انتخاب کنم به عنوان سرود ملی جناب خان. جناب خان ناردونه تو شهر ما مهمونه. وی بچه ها بچه ها بچه ها یک کار میخوام بخونم وسط ها شما باید بگین اشکله. آماده ای؟ بله. وی اشکله جونا کله اشکله باقی کلا چه میده ماقی اشکله اشکله جونی یلا بیا بریم خونه این خامونه چشمونه مازه دشت بگیره عاشقی با کلت مازه یلا اشکله جونا اینم اشگله بود. امیر حسین جون آقا مدرس آقا مدرس جونم حامد کوکو ما هر کی میاد اهل هر جا ایران که هست یه کار مربوط به خودش برش میاد. شما که به چه تهرونی میشه یه تو تهرونی برام بخونی؟ آره کار اصل تهرونی میشه بیای؟ آره بیا بیا برو بیا این البته من یه بخش اولش رو فقط میخونم. ما رو میبره تو حال هوای عید نوروز و عرض میکنم که درست هفته‌ای که منتهی میشه به روز تحویل سال. سمنو آی سمنو سمنو آی سمنو مال پای هفت‌سین. سمنو سمنو باغن شیرینه یکی از اون هفت آسینه. سمنو آی سمنو آی سمنو سمنو آی سمنو مال پای هفت‌سین. سمنو سمنو آی سمنو مال پای هفت‌سین. سمنو
شیرینه، یکی از اون هفت تا سینه، یکی از هفت سینه سمنو. بح 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 آقای مدرس تو یک کارم راجع به کلید نداشتی میشه اونم بخونی؟ چی راجع به چی؟ کلید اینا توش بود، کلید توش بود. آها آره اونم میشه یکی کشو برامون بیار. آره آره یکی از کارهای خیلی قدیمیه که شاگردان مرحوم استاد مهرتاش و اینها خدا روحش رو شاد کنه، روحشون شاد، استاد خیلی از بزرگان آواز امروز ایران بودن. این مال یه بخشی از یک نمایشه که روی صحنه سالهای پیش اجرا شده، خیلی سال پیش، مثلا 40 سال پیش اینا اجرا می شده. حالا اونم بخش اولش اینه. کلیت قفل، کلیت مجری داریم، اگه مجری شکسته، اگه مجری شکسته، اگه در خونه بسته، کلیت قفل و مجری هم داریم، کلیت می سازیم، کلیت می دازیم. به 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 آفه آفه آقا مدرس کوکو باور کن با همین کار کلید میتونی رئیس جمهور بشی یا جانتو. خیلی قشنگه. آره آره وای خدا وای وای خدا. خب برو ببینم جناب یه کار دیگه برو. ما الان یک کار دیگه میخوام بکنم با اجازهتون میشه؟ یک کاری کردین که اون واقعا مدرس گفت همه چشاشونو ببندن. خب ببند تو فضا کیف کنن. خب خب میشه یه دقیقه هم برای ما چشاتونو ببندین ما همه چیزا رو بگم؟ بله مثلا یه ذره. آره پس همه دوست هم چشاش ببندن. آره همه چشاتونو ببندین. همه چشا رو ببندن. آره چشا همه بسته. چیزایی که ما میگم تصور کنین، تصور کنین یک زهره زرد زمستانی میرسین به یه گاری لبو، لبوهای آلو عفرایی، لبوهای نارگیلی روشه، تمام محتوای جیبتون و کارتای بانکیتون رو لبو خرید میکنین، بعدش میاین اونجا پشت سر جناب خان میرسین به یه آبشار، او آبشار رو بیخیال میشین چون ما کار به یه آبشار مابشارا ندارم، با هم میریم خواستگاری احلام، شما دم در واستادین ما میرام تو، یه صدای چک از تو خونه میاد، بابای احلام خوابونده زیر گوش جناب خان، بعد میان بیرون همگی با هم میریم برای بابای احلام. آره دیگه میتونین چشاتون رو باز کنین. آره آره رویا بردازیزم کشیده میکنه جناب خان. جناب خان جان چطور بود؟ میگم تیمتون هم که برنده شد که. کدوم تیمو؟ پاریس سن ژرمن. خب دیگه از وقتی ما مدیریت چه بوده گرفتم جان تو یک دونه گل نخورده. آره فقط یه پست خالی داره میپر نمیشه بین داوید لوئیز و تییاگو سیلوا، تو اگه بازی میکنی بیا خودت برو بازی کن. من اصلا فوتبال بلد نیستم. اخی الکی بیجا داد. آره خب ما یه در گپ بزنیم. بفرما خواهش میکنم. دستون درد نکنه. آره بفرما. هستی که؟ آره آره دارمه دارمه. آره آره آره, آره هست. امیر حسین بگو که حاضری بیرون از اینجا چی کار بکنی که یک نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنه؟ توی برنامه هفته گذشته تون راجع به آب و اینها صحبت میکردین و این کمپینی که راه افتاده. بله. گفتی که میخوایم یه جایی رو کمک کنیم که آبرسانی قطره‌ای بشه. بله. هم چیزی. بله 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 بله. من حاضرم تو بخشی از اون هر کاری از دستم برمیاد براتون انجام بدم. آه بچه ها میدونین ماجرا چیه؟ یه توضیح بده لطفا. ما یه مؤسسه‌ای داریم فوق‌العاده که کار آبرسانی میکنه صفر تا صد، مشاوره طراحی ساخت اجرا
مسکونی، تجاری، کشاورزی، صنعتی. و حالا اونش فکر نمی‌کنم، اعلام اطفای حریقش فکر نمی‌کنم کار شما بیاد اونجا، ولی تو مقوله آبرسانی ما میتونیم که کنارتون باشیم. فوق‌العاده است برای اون روستای منطقه. فوق‌العاده است، عالیه. اصلا درجه یک، درجه یک مخلصی. میدونی که ما جاهاش هم داریم پیدا میکنیم از وزارت جهاد کشاورزی. خب دارن کمک میکنن، یه جاهایی دارن به ما معرفی میکنن اینجاها رو که بتونیم بریم اون روستاها رو از مزرعهشون و بخش کشاورزیش رو بتونیم این کار انجام بدیم که از تو میتونیم کمک بگیریم. در خدمتی. بی نظیره. زنده باشی. بی نظیره. خدا خیر بده. آفرین آفرین. چطور؟ واقعا قشنگ بود کارت. واقعا کارت. تو چی میگی؟ چی نه نظر، نه منظورم اینه که نظر تو چیه؟ خیلی قشنگ بود کارشون. خیلی قشنگ بود. خیلی قشنگ. آره موافقی؟ آره کاش میشد ما هم یه کاری انجام میدادیم برای مردم. آره تو اگه من از تو بپرسم که من اگه از تو بپرسم تو حاضری بیرون از اینجا چی کار بکنی رو چی میگی؟ مهاجرم بیرون اینجا چیکار؟ که یک نفر تا چند نفر احساس خوشحالی کنه. ببین رامبو جان، ما یه مؤسسه داریم آره که اینا رو معمولا هفته ای 3 تا 4 شب میریم خواستگاری اهرام. خب آره آره ما میتونم از همینجا به مردم قول بدم که به خاطر مردم اینو میکنیم هفته 5 شب، هفته 5 شب میریم خواستگاری اهرام. اینا هر خانواده جناب خانی، نه هر شب در تو خونه خانواده اهرام هست، هر شب اونجا هن. اونا هیچی نمیگن؟ نمیدونم تو ازت چرا اینقدر چرا؟ خیلی حرفای بدی میزن. چرا چرا؟ حالا انشالله خدا قبول کنه از ما دیگه. آره بدم نیست، دست درد نکنه. امیدوارم واقعا به نتیجه برسه انشالله. بله خانوم مدرس یادشون اومده که یکی از شیطنت‌های امیرحسین چی بوده؟ آقای جوان بیشتر نمیشه گفت شیطنت، یه شیرین کاری کرد. شیرین کاری کرد. ما نقل مکان کرده بودیم به این خونه جدیدمون، بعد درب آپارتمان ما این چشمیش خراب بود. ایشون در آورد بره درست کنه، یه 4-5 روز این تو ماشین بود. تو این فاصله 4-5 روز هر سری که میومد زنگ میزد میرفت این ور در وای میساد. من هر چشمی نگاه میکردم میگفتم خب چشمیه که نبود، اون سوراخی که به اون ور راه داشت رو نگاه میکردم میدیدم روبروم هیچکی نی. هی از پشت در میگفتم کیه کیه، خلاصه گوشه در رو باز میکردم میومد داخل. این گربه. بعد یه روز زنگ زدن. یه مثل گربه. من هی گفتم کیه. تو چشمی رو نگاه نمیکردم، گفتم کیه، دیدم جواب نمیده. بعد گفتم نکنه حالا یکی باشه مثلا امیرحسین نباشه. همین که تو چشمی رو نگاه کردم، تو این سوراخ رو نگاه کردم، فقط احساس کردم تو چشمم پر خاک اره شد. امیر حسین از من فوت کرده بود. تا دیده بود من تو چشمی دارم نگاه میکنم، من اونورا به شوخی فوت کرده بود. نزدیک بود چشم منو کور کنه. از این که توی اونجا پر خاره خاک. اصلا به این فکر نکرده بودن. واقعا دیگه شوخی نکن. یعنی خیلی کار احمقانه. شما صلاحیت شوخی کردن. یعنی 2-3 ساعت من واقعا چشم درد داشتم، همش میرفتم چشممو میشستم. مثلا وای من معذرت میخوام از طرف شما. چه شوهر واقعا بامزه ای. من یه چیزی به جناب خان بگم. بله. جان جان میخوای خاک کره سمت ما بود کنی؟ نه نوکر این کارهای با ما نکن. آره نه 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 کن جان جان. نه میخوام بگم که ما هر موقع دلمون واسه تو تنگ میشه، خب تو خونه به ایلیا میگم که خلاصه یه خورده با صدای جناب خان برای ما صحبت کن. جدان؟ بله. یعنی ایلیا ادای مونه در میاره؟ بله. چه حال ایلیا ایلیا هم پویسی یا کیمیا، ایلیا ایلیا هم پویسی یا کیمیا، وی مخوش جینم یالا مرد زمینم، هر روز امیدم یالا با غرنگینم، هر کی میخوا بیا ایلیا ایلیا وی هم پویسی یا کیمیا، ایلیا ایلیا هم پویسی یا کیمیا. وا عالی بود، عالی بود. بفرما. یعنی پدر و پسر هنرمند واقعا 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 واقعا
همین حسین عزیزم تو دیگه همه این چیزا رو میدونی، تقدیم تقدیم به تو، تقدیم به تو ببینی فلا خنده بیاد نیار میگرد از این حرفا. چکر وای مدرس 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 نرگیله سیاه نرگیله یلا آقابه نرگیله مدرس وای مدرس نرگیله ایلیا وای ایلیا آفر به 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 جناب خواهم بیایی زنده من ما چش بکنم. آره جناب خواهم ما رفتیم، شما هم اومدی بوس بوس قربونت برم زنده باشی قربونت ستار بیچیری قربون فدا جا بوس بوس این حتی نمیخوای ما چش کنی؟ بیا 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 اینجا که از اینجا قربون قربون قربونه بابا تو دوست داشته باشی، از بابات خیلی تعریف کنی، شما هم خاکره فوت کنی، به تا رو بچینی بوس بوس. یه قولی هم بده. خب برای ما مختص و دقیق و مشخص یا آهنگ بسازی. آره حتما. و بخونی با افتخار و بریم ما توی استدیو اجراش کنیم با افتخار. یا اولین بارش هم خودت بیاد بخونی. حتما. چقدر دیگه به محض اینکه یک شعرش خیلی خوب پیدا بکنم یه ماه دیگه کافیه، یک ماه دیگه کافیه. آره 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 یک ماه دیگه ایشان بگیم بریم بیایی خواهید بگیم. ضمن اینکه از همه خانوم ها و آقایون حاضر خداحافظی میکنم و سپاسگزاری میکنم که تشویق کردین و از مردم خوبمون سپاسگزاری میکنم. پاینده باشید، به مهر شما زنده ایم و داریم کار میکنیم بی تعارف. یک دو سه خدافز امیر، خدافز، خدافز ایلیا، خدافز، خدافز. باز شروع کردیم بازی رو؟ جان؟ باز شروع کردیم بازی؟ چه بازی؟ این چیه؟ بابا دارم خدافزی میکنم دیگه، چرا به همه چی گیر میدیم؟ آخه چرا وقتی هستن اینجوری حرف نمیزنیم؟ نه دیگه وقتی رفتن از دور مثلا دوران اونا ما میگن خدافظ امیر خدافظ. تو کسی دور باشه اینجوری با حرف میزنی؟ آره دیگه چجوری؟ الان من دورم. صبر کن. صبر کن اینو. بیا من اومدم مثلا اینجا. رفتی دور؟ آره. خدافظ فرشته، خدافظ. خدافظ فرشته جوانده، خدافظ. بال بود، قشنگ بود. الان دارم میام برا. نه 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 نه. نه. دوباره اومدی بوس بوس را بندازی؟ آره نه نکن نکن بده من این بوسه رو تمام شدم نکن تمام شدم بریم بیه بیایم بریم بیایم آره بریم بیایم 3 2 1 بریم بیایم. بچه ها به سفر خندان برنامه‌های خنده‌واره رو دیده باشین، خانم رامینفر مهمانشون بودن و آقای جوان گفتن خانم رامینفر شما چه قولی میتونید به مردم بدین که یه لحظه‌هایی رو شادی بهشون تقدیم کنین و خانم رامینفر همونجا گفتن که من میتونم به یه کتابخونه برم و قصه بگم یا یه کتاب بخونم. بله. من همونجا گفتم باید حتما یه کاری بکنیم خانم رامینفر تشریف بیارن کتابخونه ما تا شماها شاد باشین لحظاتی رو و از نزدیک با خانم رامینفر آشنا بشین. پس به افتخارشون دوباره
کوچولو صدای پای اومد. یه موش سفید پیر از راه رسید و گفت سلام موش کوچولوی خالخالی، چرا غمگینی؟ میخوای پیشت بمونم تا تنها نباشی؟ موش کوچولو نگاهی به موش قهوه‌ای انداخت و مؤدبانه گفت نه خیلی ممنون، من منتظر کسی ام. موش پیر قهوه‌ای هم لبخندی زد و رد شد و رفت. آخه موش کوچولو حواست کجاست؟ خب خانم رامیفر لطف کردین تشریف آوردین، به قولتون عمل کردین. من که لذت بردم، امیدوارم بچه‌ام لذت برده باشه. رفتین به قدیما و یا کجا آره، رفتین؟ آره خیلی قدیما دقیقاً. راست من خودم هم مدت‌ها بود وارد کانون نشه. این ساختمون یکی از قدیمی‌ترین ساختمونایه که مال کانون پرورش فکری کودکانه. من فکر کنم آخرین باری که وارد همچین مجموعه شدم شد شاید 4-5 سالم بیشتر نبود. خیلی قدیم. ولی خوشحالم که اومدم بچه‌ها دیدم. از اینکه اینقدر بچه هنوز عضون و میان و کتاب قرض میگیرن میبرن خونه جای خوشحالیه. تو راه جیمی گفت این ساک هنوزم جا داره، پس من میتونم قورباغه‌های بیشتری داشته باشم. وقتی اون روز جیمی به خونه برگشت دیگه نمیخواست به مهد کودک بره. مادر براش یه قورباغه جدید خرید، درست مثل قورقوری ولی خب کوچیک‌تر. چرا این همه کار دیگه میشد کرد؟ یهو قولتون این بود که من میرم کتاب میخونم. نمیدونم، خیلی در رنج و عذابم از این که اینقدر کم کتاب میخونیم هممون. بیا این بچه‌مون رو اینجوری بار نیاری. من خودم دارم تلاش میکنم رو پسرم و فکر کنم همه ما سعی کنیم بچه‌مون رو حالا وادار نه ولی ترغیب کنیم به کتاب خوندن، چون نعمت بزرگیه و ما غافل موندیم ازش. خانم معلم گفت امروز با هم دیگه میریم به گردش، همه کتابتون رو بپوشید. بچه‌ها آماده شدن و راه افتادن. جیمی با دلخوری به سنگا لگد میزد و میرفت. یه ذره از واکنشای بعد از حضورتون تو خندوانه بگی؟ خیلی زیاد بود. من خودم شگفت زده شدم از اینکه این همه خندوانه رو میدیدم. من میدیدم ولی هر از گاهی میدیدم و از اینکه این همه بیننده داشت و این همه با استقبال روبرو شد من حیرت زده شدم. شاید روزی 15 تا تلفن من داشتم برای اینکه خب حالا کدوم کتابخونه میخواین قصه خونی کنین؟ میخواین بیان کتاب فروشی ما؟ میخواین بیان کتاب خونه ما؟ میخواین بیان؟ اصلا باورم نمیشد که این همه دمتون گرم. اونم از شبکه‌ای که سابقه نداره و یهو اینقدر جدیده و اینقدر مخاطب دارین، اصلا منظر میکنه شگفت انگیز کردید. خدا رو شکر. نظر آقای جعفری چی بود راجع به حضورتون؟ خوب بود. نگفت چرا اینو گفتی؟ نه دیگه، من واقعیت ها رو گفتم، خودش هم میدونه. منتها یه چیزی که براش شگفت انگیز بود بازم، من اصولا هول میشم. معمولا وقتی که جلوی دوربین حالا وقتی بازی میکنم نه، ولی وقتی مصاحبه میکنم حتما هول میشم. میگفت من اولین بار بودیدم هول نبودی و راحت بودی. ای خدای مهربون، همه کسایی که دوستشون دارم و اونایی که منو دوست دارن و همه کسانی رو که دوستانمو دوست دارن و دوستان همه اونهایی که منو دوست دارن برام نگهدار. الهی آمین. بگو با هم دیگه یک مسابقه بدیم. آره. پس مسابقه داخل استودیو شماره 12. من یه تعداد کلمه میگم راجع به یک کسی، شما بعد از یعنی کلن 25 ثانیه وقت دارین که حدس بزنید اون کیه. پریسا فرایدرد. آشپزخانه، لبخند، آموزش. سامان گلری. آفره. شماره 44 وحید میکایلی. ادبیات شهر ری، غرب زدگی، سیمین دانشور. جلال آل احمد. بله. شماره 58 حسام سقایی است. صدا خانه عشق خسرو شکیبایی. بله. شماره 7
مهدیه سلیمانی. کونگ فو اژدها بازیگر. بروسلی. بله. شماره دو. ستیده هوشیاری. نویسنده کمدی شیمی سبیل. سروش صحت. بله. 86. حسین اشرفی هستم. بگو تکنیک جادوگر کرج. علی کریمی. بله. به یک از خانمان 780. اولین نفری که برد شما 780. میگن خنده زبان زمان آریاییانه، پس از همان دوران بوده پخش میشده خندوانه. ایران 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 زنم و پسرم، ایران 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 پسرم میدارم، ایران 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 زنم و پسرم، ایران 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 پسرم میدارم. همه چیمو ملخده میگیرن ولی تو رو نمیدن، کسی دستش به تو برسه تا جایی که زورم برسه، اگه ننسه جونم هم میدم، باره جونم هم میدم، جونم هم میدم. خواهش میکنم. آخه همه جیگرمون حال اومد نه؟ بله. خب کمربنده همونو باز کنیم. آماده؟ یک دو سه کلیک. خب بیاین جانم. خب عرض کنم خدمتتون که یه بار دیگه اعلام میکنم که پدر داستان نویسی فارسی کیست. یک محمد علی جمالزاده، دو بزرگ علوی. اگر با محمد علی جمالزاده موافقید عدد یک و اگر با بزرگ علوی موافقید عدد دو رو ارسال کنید به 3500 و میدونید که هر شب یک نفر ته قرعه کشی 500,000 تومان جایزه میگیره. به علاوه این که لطفاً در قطره 780 ثبت نام بکنید، تراکنش کنین، قراره یه کارهای باحال بکنین با موضوع کمبود آب بجنبید. بریم برای یه خدافظی. بلند شید لطفاً. مردم عزیز ایران، براتون آرزو میکنم که سرحال و قبراق باشید، خوشحال و خندون، و این رو به دیگرانم سرایت بدین و اینکه سلامت و در کنار خانواده و پرروزی. یک دو سه شاد باشید. یک دو سه شاد.
یه مرد تنها و خسته گفت دیگه پاشو خسته بسته. گفتم چطور تو این وضعیت؟ گفت بی خیال بیا با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بازار یا سر کار زیر بارون، تو صفه نون، تو خیابون، تو بیابون، تو زمستون یا تابستون. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند. بخند بخند از ته دل بلند، اخماتو با کن با من بخند.